به نام خدا و با عرض سلام، شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستید. رئیس جمهور کرزی به منظور اشتراک در مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران به آن کشور سفر کرده است. در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری کشور آمده است که دکتر زلمی رسول وزیر خارجه، دکتر رنگین دادفر اسپانتا مشاور امنیت ملی، عبدالکریم خرم رئیس دفتر ریاست جمهوری و ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری رئیس جمهور کرزی را در این سفر همراهی می کنند. در مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی که امروز در تهران برگزار می شود، برخی رهبران و مقام های کشورهای جهان نیز دعوت شدند. انفجار صبح امروز در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 16 زخمی بر جا گذاشت. محمد معصوم آشمی، آمر امنیت فرماندهی پلیس ننگرهار، به تلویزیون یک میگوید مواد انفجاری که در یک بشکه پلاستیکی جاسوسی شده بود، ساعت 8 صبح امروز به هدف موتر عبدالقیوم، سرانوال استیناف ولایت ننگرهار منفجر شد. آشمی می افزاید که در این رویداد به شمول سرانوال عبدالقیوم و سه نگهبان وی 16 زخمی شدند. پلاستیک یا بشکه که زیر پیدا شد و چیزی مورد کنترول و بنده و لحظه که در سرانوال سایت و سایت موتر رایزی در سوار لی او دیجی که در توگانی پریموش و در انفجار کنید. الحمدلله دوی تا تویزی هم نده رسید را لگ عدیز زخمیان دی او ملکی تلفات تقریبا طول از کسا ملکی و بری زخمیان شویدی. در این حال آتش سوزی نیز در شهر جلال آباد روی داده است. به گفته شاهدان، نیروهای اطفائیه در تلاش مهاری این آتش سوزی اند. مسئولان درباره این آتش سوزی و تلفات و خسارات برخواسته از آن تا هنوز چیزی نگفتند. و خبر اخیر این که سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان جان 17 تن را گرفته است. بر بنیاد گزارش های 11 تن در نتیجه سیلاب های ناشی از باران های موسمی در ایالت خیبر پشتونخوا کشته شدند. مقام های اداره کمک رسانی می گویند که 6 تن دیگر در ایالت بلوچستان از اثر این سیلاب ها جان دادند. به گفته مقام های این کشور، در این سیلاب ها صدها خانه تخریب شده است. این در حالی است که پاکستان در 3 سال گذشته شاهد سیلاب های مرگبار بوده و تنها در سال 2010 میلادی نزدیک به 1800 تن از اثر سیلاب ها کشته شدند. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. بقیه روزتان خوش.